سلام بر شما هم میهنان عزیزم در خارج از کشور و داخل کشور، شما هم میهنانم در خارج از کشور که امروز حداقل در بیش از 100 شهر دنیا، هنوز اخبار کامل نیست ولی قطعا در بیش از 100 شهر دنیا زنجیرهای انسانی تشکیل دادید و تشکیل خواهید داد در حمایت از انقلاب مردم، مدرن ترین انقلاب جهان و بیدار کردن و هوشیار کردن رهبران جامعه جهانی که این بار در قسمت درست تاریخ بایستند و تا کنون هم بسیار موفق عمل کردید و درود میفرستم به شما هموطنان درون کشور که 44 روزه به دنیا ثابت کردید که اون نیروی که جمهوری شیطانی رو به زیر میکشه شما هستید. به جهان ثابت کردید که جمهوری شیطانی شکستنی است و روزهای آخرش رو سپری میکنه. به جهان ثابت کردید که این بار باید پشت سر شما بایستند، نه در کنار رژیم. عزیزان، روز بسیار مهمی بود، 7 آبان، روز کوروش بزرگ و روز بسیار شلوغ در دانشگاه ها. امروز دانشگاه ها با خیابان فرقی نمی کنه. شعارهای دانشگاه ها از خیابان ها برخی هاش رادیکال تره و آگاهی که آدم می بینه در خیابان و دانشگاه، شعارهایی که امروز داده می شد، همونی که چلاغه قاتل شاچراغه، چقدر دقیق این شعار، چقدر دقیقه. یا خامنه‌ای نکبت عامل هر جنایت. ببینید دقیقاً رفتن سر اصل مطلب، یعنی میگن متروپول و شاچراغ و هیچ کدوم از این ترفندا این بار کارساز نیست. درسته که شما کودن هستید و فقط همین روش رو بلدید، قتل، سرکوب، سرکوب، قتل، قتل، سرکوب، چیز دیگری بلد نیستید. ولی مردم به شما میگن، دانشجوها به شما میگن، دانش آموزان به شما میگن، همونی که چلاغه قاتل شاچراغه. داعش یعنی خامنه ای، داعش یعنی شما. داعشی کجا بود؟ یا عامل هر جنایت در این مملکت همون خامنه ای نکبت. ببینید چقدر دقیقه. این نشون دهنده بالا اومدن آگاهی، سطح آگاهی عمومی در جامعه است. بیشتر از این به این مسئله نپردازم. عزیزان، همینطور که گفتم دانشگاه ها روز بسیار شلوغی رو داشتن. آنچه مهمه الان، این ویدیو رو میخوام کوتاه نگه دارم، آنچه مهمه در دو دانشگاه کشور، دانشگاه ها رو محاصره کردن در مشهد و تهران، امیرآباد. ولی الان آخرین خبری که من قبل از اینکه بیام اینجا دیدم این بود که به دانشگاه عراق هم حمله کردن، به خصوص بعد از خروش چند هزار نفری هموطنانمون در عراق. واقعا تعدادش من نمیتونم بگم، ولی آنچه من در فیلم ها دیدم حدود 20,000 نفر حداقل در تجمع امروز عراق شرکت داشتن. یک تجمع عظیمی بود، سر و تهش مشخص نبود. بعد از خاکسپاری شهید راه آزادی مهرشاد شهیدی، اینها به همین دلیلی که من دائما تکرار میکنم که اینها چقدر کودن هستند، هنوز نفهمیدم. ببینید بعد از هر قتلی، بعد از ریختن هر خونی، چقدر نیروی بیشتری به این انقلاب اضافه میشه. ولی خب هنوز نفهمیدید. مشکل اینه، صحبت‌های پدر رضا شهرنیار رو شما امروز گوش کردید. یعنی کسی بود که به پسرش توصیه میکرد نرو بیرون و امروز داشت نقل قول میکرد از پسر شهیدش که میگفت من وقتی بهش گفتم نرو بیرون، گفت چطوری این حرفو به من میزنی پدر؟ مهسا مگه یه دونه نبود؟ انقلاب خون میخواد، خون باید ریخته بشه تا انقلاب. اینو پدری داشت امروز در جمع مردم میگفت و با یک روحیه انقلابی که پیش از این
پسرش رو سعی میکرد جلوش رو بگیره که بره بیرون. امروز خودش به یک انقلابی تبدیل شده و اون عده‌ای که اونجا جمع شده بودن. ولی خب شما چون کودن هستید هنوز این مسئله رو نفهمیدید و همون یک روشی رو که بلدید، قتل، سرکوب، هی ادامه میدید تا لحظه ای که دیگه خیلی 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 سرنوشت خودتون رو سیاه کرده باشید، که تنها آرزوتون اینه که پاتون به میز محاکمه کشیده بشه یا به دادگاه کشیده بشه، چون واقعا خیلی سخته جلوی خشم این مردم رو گرفت، مردم انقلابی رو. به هر حال یکی از روزهای بسیار پرتلاطم در دانشگاه‌های کل کشور بود، بسیار شلوغ. به همین دلیل هم شما نیروهای بسیجی و لباس شخصی و یک عده لات و اوباش رو با زنجیر و قمو اینا به درون دانشگاه‌ها فرستادید. این یعنی به ته دیگ خوردید. دوستان، این حرکت‌هایی که رژیم امروز انجام داد، حالا می‌پردازم به صحبت‌های پاسدار سلامی، ولی یعنی به آخر خط رسیده. شما به صحبت‌های سلامی امروز گوش بدید، تهدید علنی تهدید می‌کرد. یعنی درست زمانی که سلامی اومد گفت امروز روز آخری باشه که شما به خیابون میایید، دقیقاً ببینید دانشگاه‌ها چطور شد. و همین الان که من دارم میام، اکثر شهرها فقط صحبت آتشه و صحبت خانه‌های مزدوران و این خطیبان نماز جمعه و امامان رو نمیدونم آخوندها هستن که محاصره میشن توسط مردم. ما خیلی هشدار دادیم، به آخوندها گفتیم لباساتون رو بیرون بیارید. وضعیت انقلابیه. هم لباسی های شما خیلی جنایت کردن، تشخیصش سخت واسه مردم. لباساتون رو بیرون بیارید تا بعد از انقلاب. بیرون نیارید اینجوری میشه. شما میبینید در خیابون چه اتفاقی میفته. ساده ترین و قشنگ ترینش اینه که زیر عمامتون میزنن. بنابراین گوش بدید حرفایی رو که بهتون میزنن. لباسا رو بیرون بیارید، مثل سایر انسانها لباس معمولی به تنتون بکنید و تردد کنید تا زمانی که انقلاب تموم بشه. مشکل واسه خودتون درست نکنید. ولی صحبت های حسین سلامی درسته که تهدید بود، ولی همش وحشت بود. ببینید با چه وحشتی میگفت که چه میخواید از جان این ملت. ملت منظورش حکومت دیگه. یعنی عزیزان، شما رژیم رو به زانو درآوردید. 44 روزه این حکومت آماده نبوده هیچ وقت واسه این گونه اتفاقات. همیشه فکر میکرد دو هفته میتونه شما رو سرکوب کنه. عربستان رو تهدید میکنه به خاطر اینکه رسانه هایی که امروز خودشون رو در اختیار مردم گذاشتند و به صدای مردم تبدیل شدن رو میخواد با تهدید عربستان خاموش کنه. خب البته بکنن، اینم یکی از اون خطاهایی است که خیلی کمک میکنه به این انقلاب. یعنی چون کودن هستند نمیفهمند که هر کاری دارن میکنن هی آتیش این انقلاب رو، شعله های این انقلاب رو فروزانتر میکنه. ولی مسئله شون عرض کردم کودن بودنشونه. شهرها امروز دیگه، ما در روز شاهد تظاهرات ها هستیم، تجمعات در دانشگاه ها، در مدارس، ولی شب مخصوص جنگ های تن به تن و پارتیزانی و چریکی شده و اینه که رژیم رو از پا انداخته. عزیزان، ما با یک رژیمی که یک حکومت باشه طرف نیستیم، ما با یک سیستم تبهکار مافیایی طرفیم و به همین دلیل شما بهترین روش رو برگزیدید. یعنی جنگ های خیابانی، در یک جنگ تمام عیار هستیم و این بهترین روشیه که شما به کار میبندید.
شبها نیروهای زبده ما بیرون میان و نیروهای رژیم رو از کار میندازن و خونسا میکنن. دیشب بروجردی ها گل کاشتن. دیشب یکی از شبهای درخشان بود در بروجرد. خب اون کسانی رو که اووردن و در اون کلومتری ها قرار دادن، کسانی رو که اووردن که بروجردی ها رو مثلا سرکوب کنن، این هنوز نمیشناسن. بچه های بروجرد رو هنوز نمیشناسن، بچه های ساحل شهرها رو نمیشناسن، که اینها وقتی که بیرون بیان دیگه خونه نمیرن. و این اون اتفاقی بود که ما سالها منتظرش بودیم. سالها. این شعار نمی، این حد از شعار نویسی ها، شجاعت، شجاعت. آن چه ما امروز با اون روبرو هستیم در جامعه ایران، شجاعت هموطنانه، اتحاد و یک پارچگی ماست. در آخر عزیزان یک مطلبی رو که عرض کنم اینه، هر چیزی که باعث جدایی ما از همدیگه بشه یا بخواد یک گروهی رو از ما جدا بکنه، گروه اپوزیسیون یا گروه های مخالف رو میگم، شما باید از اون احتراز کنید. نباید به اون دامن بزنید. به هیچ، یعنی اگر اون شخص خودش مربوط به رژیم نباشه، در بهترین حالت داره کاری رو انجام میده که رژیم دنبالش. ما امروز هممون با همین، چون همه ما یک خواسته داریم و اونم سرنگونی رژیم جمهوری شیطانی. بعد از رژیم جمهوری شیطانی ما میپردازیم به این که چه حکومتی داشته باشیم، چه کسانی در رأس اون حکومت باشن. اینا مسائلی است که بعد بهش باید پرداخت. و 43 سال ما رو با این مسائل عقب انداختن. هر کس دیدید یک گروه یا یک شخص رو جدا کرد، بهش تذکر بدید. اگر قبول نکرد ازش دوری کنید، بذارید بگه، گم میشه، کسی بهش توجه نکنه. خدا رو شکر امروز ما در یک مرحله قرار گرفتیم که مردم به یک آگاهی رسیدن که فقط با اتحاد دنبال سرنگونی رژیم هستند. فقط ما باید روی این مسئله تمرکز کنیم، نه هیچ چیز دیگری. و هر کسی، هر شخصی، هر گروهی که بتونه بیشتر ما رو متحد کنه، بتونه تعداد بیشتری رو جذب کنه به سمت این انقلاب، ما دستشو میبوسیم، ما صورتشو میبوسیم، ما تعظیم میکنیم در برابرش. و هر کس که بخواد باعث جدایی ما بشه، ما اونو تردش میکنیم. همین شما عزیزان رو تا ویدئوی بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.